بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. عزیزان، حوادثی که امروزه شاهدش هستیم توی غزه، توی سرزمین شام و سوریه و یمن و لیبی و فلسطین و کشمیر و نمیدونم ترکستان و حوادث علمناک و خونینی که در ایران صورت میگیره و ملتهایی که کشته میشن، جوانهایی که کشته میشن، انعکاس این حوادث رو در افراد ببینید، در بازماندگان. یه خانواده است، عزیزی رو از دست میدن، بعد از اون میبینی که چه جنجالی، آقا بزن به سر خود و نمیدونم چی، انگار که دنیا به آخر رسید. یه خانواده دیگه ای هست در غزه، مثلا میبینی اون آدمه رو دیدید که توی بیمارستان هست، آوردن دو سه تا از بچه‌ها شهید شدن، در کنار یک کسی دیگه گریه میکنه، روش داد میکشه، میگه مردی تو گریه نکن، این برچت شهید شده، هممون شهید میشیم، این آرزوی ماست. انگار نه انگار که این فرد سه تا از بچه‌ها شهید شدن. یا اون زنه رو حتما دیدید، به فارسی هم ترجمه شده بود، که میگه که با خوشحالی داره میگه که تو بیای تو دنیا ببینید از من خوشبختر کیه، من که پدر و مادرم شهید شدن، همسرم شهید شده، بچه هم شهید شده، خواهر برادرم شهید شدن، عموم شهید شده، عمم شهید شده، همه خانواده شهید شدن. این رو یکی از افتخارات خودش تلقی میکنه، یعنی افتخار میکنه به اینی که بچه‌اش شهید شده، افتخار میکنه. این ایمان، این ایمانی که انعکاسش رو ما در مسلمون شدن، یعنی چیزی که غربی‌ها رو دهنشون وامونده که اینا چه انسانایی هستن، این مگه امکان داره؟ وقتی با چشم سرشون میبینن دیگه میگن که اینجا یک رازی هست، در پی این راز بودن. شاید دیده باشید ده‌ها و صدها افرادی که اسلام آوردن در همین صحنه ها و میگن چرا مسلمون میشید، میگه که ما خدا رو در غزه دیدیم. خدا رو در کجا دیدن؟ در تصرف انسان ها، در این آرامش بیمانند. طرف نمیدونم یه تصادفی رو دیده، بعد از اون میبینید که آقا مدت ها این باید بره پیش روانپزشک که آقا این ضربه روحی روانی دیده، یک صحنه ای رو دیده، آقا یک کابوس میبینه بچه، بعد از اون میبینید که ماها باید روانپزشک این رو درمان بکنه که این ضربه دیده. این آرامش و اون حالت بیمارگونه، این دوتا هر دوتا انسان هست. یه چیز عجیبتر از این واسهتون بگم، بیایید نگاه کنید در بیمارهای جنگ ایران و عراق یا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. خب یه افرادی بودن که کشته شدن، خب دونستیم این آقا کشته شد، یا آقایی بودن هم که زخمی شدند، معلولند، و یه طیف بزرگی هستن. اینها چی شده؟ اینها موجی شدن، یعنی ضربه خورده تو به اصطلاح یا امواج صوتی که این انفجارات بمب‌ها و اینها یا اون صحنه‌های وحشتناکی که دیدن، آقا برادرها شهید شدن، همه کشته شدن یا به اصطلاح زخمی شدن، تیکه پاره شدن جلوش، این صحنه‌ها یه کابوسی رو برای اینا بود، یه آدم روانی شده نرمال نیست. خب این صحنه‌ها که هر روز در افغانستان تکرار می‌شد، در نمیدونم سوریه و فلسطین روزانه داره تکرار میشه، چرا مردم این منطقه روانی نمیشن، دیوونه نمیشن، نمیدونم یک حالتهای بیمارگونه نمیگیرن؟ پس اینجا یک رازی هست. چه چیزی باعث میشه که انسان به این مرحله از آرامش برسه؟ آرامشی که دیگه بالاتر از همه این مصیبت هاست. یعنی شما میبینید آقا یک مشکلی براش پیش میاد، دست و پاش رو گم کرده،
کار و زندگی و همه چیزش مونده. چرا؟ زنم بهم اینو گفت. زنش بهش اهانت کرده، دوستش بهش یه چیزی گفته، یکی از عزیزان کار بدی کرده، یک مشکل خانوادگی کوچیک به وجود اومده، نمیدونم یه دعواست، یه مرافعه است، یه چیزی وفق مزاج این آقا نرفته. یک نوع خللی در کل سیستم اون به وجود میاد. نه درست کار میکنه، نه درست اصلا دست و پاش میلرزه، وحشت کرده، نمیدونم. یک حالتهای عجیب هیستری بهش دست میزنه. این حالت اضطراب ایشون رو در برخی به وجود میاد، در برخی دیگه میبینی که آقا زنش نمیدونم پدرش رو در میاره، این داره میخنده، نمیدونم یک مشکلاتی براش پیش میاد و فلان و فلان، انگار نه انگار. یعنی یک قدرت کنترل داخلی، یک مکانیزم داخلی در این فرد وجود داره که این رو سوق میده و این رو کنترلش میکنه. یعنی ببینید، یک تصویری از قرآن کریم در مورد انسانهای مؤمن وارسته، انسان کامل، الکاظمین الغیظ، میگه آقا اینها چیکار میکنن؟ کظم غیظ میکنن. کظم غیظ چیه؟ غیظ یک حالت انفعال درونی است. در این حالت انفعال درونی در داخل جسم انسان یک آتشی شعله ور میشه و این آتش رو ما میبینیم. یعنی شما میبینید وقتی کسی عصبانی است، یه انگار که اینجا مثلا یه کوره آتش فشان، یک به اصطلاح آتش فشانی تو قلبش فواره کرده، خون پریده اومده توی صورتش. میبینید وقتی کسی عصبانی است، گونه‌هاش و صورتش و همش سرخ میشه، رنگش عوض میشه. این همون خونه که زده به اصطلاح به انفجارش اومده توی صورت اینو. بعد میبینید حتی میلرزه، کنترلش رو از دست داده. آدم خشمگین یه آدم دیونه است، میتونه آدم بکشه، میتونه هر تصوری، هر چیزی امکان پذیر هست از آدم دیونه. چون میبینی چون عصبانیست ماشینش رو میزنه به یه ماشین دیگه، اتوبوس رو میزنه به یه کوه. چرا عصبانیست؟ یعنی خودت داری میبینی نه این خشم. بعد انسان کامل چیه؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این نه اینی که این خشمش رو کنترل میکنه، یعنی آقا این خشم صورت گرفته اما این آقا منفجر نشونه، نه اصلا صورتش داغ شده نه، حتی شاید خشمگین شده، اما این خشم رو میتونه یک مکانیزمی در خودش ایجاد کرده که میتونه این خشم رو فروکش بکنه. خشم فروکش کرد هیچ، والعافین عن الناس، کسی که باعث این خشم شده رو میبخشدش. والله یحب المحسنین. این فرد رسیده به مقام احسان. این دوست خداست، خدا دوستش داره. طرف اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله این نصیحتی منو بکن که من آدم بشم. فرمودن که لا تغضب. میخوای آدم درست حسابی باشی؟ میخوای مستقیم بری بهشت؟ اصلا عصبانی نشو. خب چشم، عصبانی نمیشه. یه نصیحتی دیگه فرمونن لا تغضب، عصبانی نشو، چشم رسول، عصبانی نمیشه. خب یه نصیحتی دیگه فرمونن لا تغضب. سه بار نصیحت میخوام، میگه یه چیز، عصبانی نشدی ها کارت بیسته، یه هیچ مشکلی دیگه نداره. یعنی این میکانیزم، ایجاد این میکانیزم کار ساده ای نیست. میکانیزمی که تو کنترل دست خودت، ریموت دست خودت. بیاید ببینیم خداوند متعال در مورد مؤمنان چی میگه. میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. ایمان آوردن، ایمانی که آوردن نیومدن یک ظلمی رو روی این روکش ظلم بهش ندادن، ایمانشون رو روکش ظلم بهش ندادن. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. عجیبه، ایمان آوردن آقا، روی ایمانشون، ایمانشون همونطوری که ایمان آوردن نگه داشتن، روش روکش ظلم ندادن،
اگر ایمانت رو خرابش نکنی با ظلم، اولای که لهم الامن و هم مهتدون، تو هدایت رو پیدا کردی، راه رو پیدا کردی، در آرامشی. یعنی هر وقتی که دیدی آقا یه مشکلی به وجود اومد، یه دردسری اومد، یک نمیدونم اختلاف سلیقه‌ای شد، یه کسی مثلا به یه چیزی گفت، تو دیگه دست و پات رو گم کردی، تصرفاتت گم شد، لگام دهنت از دستت رفت، فوش میدی، بد و بیرو میگی، داد میزنی، فلان میکنی، لگام خودت از دستت رفت، تصرفاتت میزنی، نمیدونم میشکنی و داد و فریاد میکنی و فلان، اینجا باید بگردی که آقا من که مؤمنم، رفتم امروز صبح نماز صبحم رو خوندم، قرآنم رو خوندم، دیگه مؤمنم من، پس این تصرفات من ناشی از چه است؟ اینجا بگرد که تو ایمان داری، بله، اما یه روکش ظلمی انداختی رو ایمانه، این روکش ظلم باعث شده که تو تصرفات غیر مؤمن باشه. یعنی انسان مؤمن میتونه غیر مؤمن باشه؟ حاله پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برخی از مؤمنان رو میگه که وقتی که اینها فلان کار میکنن مؤمن نیستن. یعنی وقتی کسی دزدی میکنه، دزدی نمیکنه و اون مؤمنه، در همون لحظه دزدی، در همون لحظه عمل فاحشه، در همون لحظه گناه، ایمانش فشت از داخلش میره بیرون، در اون لحظه این مؤمن نیست. اگر مرد مستقیم میره جهنم، چرا؟ چون مؤمن نیست. در اون لحظه ایمانش چی شده؟ گم شده. در یه لحظه ایمان ایو گم شد، چرا؟ چون که خودش گمش کرد. چه کار کرد؟ با ظلم روش یه پارچه سیاهی انداخت، پارچه سیاه ظلم. اون وقته که دیگه امن نداره. میبینی دزد یا کسی که کار فاحشه میکنه، کار غلط میکنه، دست و پاشو گم کرده، میترسه. از چی میترسه؟ از هر صدایی، از هر حرکت هوایی، از هر چیزی. چرا؟ امن نداره، امنیت ازش سلب شده. این ظلم خیلی چیزا میتونه باشه، ظلم به خودت میتونه باشه، با گناه به خودت ظلم میکنی، با ترک اطاعت الله متعال به خودت ظلم میکنی، یا به دیگران ظلم میکنی، با حق خوری دیگران، با نمیدونم بد و بیرا گفتن به دیگران، با چپاول اموال دیگران، به هر صورتی میتونی به دیگران ظلم کنی. ظلم میتونه بر انسانها باشه، بر حیوانات باشه، بر نمیدونم فلان، هر چیزی. اینجاست که امنیت از آرامش سلب میشه، آرامش با ظلم در تضاد. جایی که ظلم بود آرامش نیست. شما در طول تاریخ یا آدم دیکتاتور، یک آدم نمیدونم استبدادگر رو نمیبینید که شب راحت بخوابه. همه این دیکتاتورها و قالطاق‌ها و آدم کش‌ها و فلان میبینید که در یک بحران روحی روانی به سر میبرن، آرامش ندارن، باید قرص خواب بخورن تا بخوابن، همیشه در یک ترس و واهمه هستن. دیدید یک نمیدونم دیکتاتور بیاد توی خیامونا قدم بزنه، یه جایی راحت زندگی بکنه؟ نه، میبینی که دیکتاتورها همونطوری که ملتها رو در زندان کردن، خودشون تو زندان زندگی میکنن. خونه زندگیشون رو ببینی، دیواراشون رو ببینی، نمیدونم بیرون سربازا و فلان رو ببینی، یه بادکنه که تو خونهش به چرکه، اینو ببین که چطور دویده رفته خودش رو رسونده به زیرزمینی ها و نمیدونم جاهای پناهگاهی که براش درست کردن. نه، آرامش ندارن، امنیت از اونا سلب شده. چرا؟ چون امنیت دیگر رو با ظلم. ظلم ویرانگر هست، ظلم مثل شب تاریکه، از ظلم و ظلمات، ظلم تاریکی های پیاپه هست، یعنی وحشته. ظالم همیشه در وحشت زندگی میکنه. شکل و قیافه های ظالم ها رو ببینی، اصلا ببینی وقتی جایی میرن، با وجودی که رفته آقا کجا، تو یه جایی که خب لباسشو ببین، شکلش اینجوری نشون میده، فکر نکنی که این چی، یعنی موشی بیشتر نیست، اما چی، اون لباسهای مثل ضد گلوله و نمیدونم همه چیز رو میپوشونن که چی، نکنه یه کسی اینجا بادکنکی بتر کنه. از ترس، از وحشت روی هیچ کسی اعتماد ندارن،
ظالم رو میبینی بچه‌شو میکشه، برادرشو میکشه، فلان چی؟ در اون وحشت و استراب زندگی میکنه. این طبیعت خلقت الهی است. آرامش فقط توی چیزه، سعادت فقط توی چیزه. خداوند متعال اجازه نمیده آرامش در غیر از الله باشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. تنها آرامش از کجا میاد؟ از همراهی با الله. یعنی سعادت ممکن نیست در غیر از الله باشه. با آقا من میخوام گه نمیم پولدار بشم، اگه پولدار شدم سعادتمند میشم. چی میخوام پولدار شدی چی کار میکنی؟ یه قصر میزنم. طرف اومد یه قصر زن، نمیدونم سنگش رو از آلمان آورد و شیشهش رو از تایوان وارد کرد و نمیدونم همه این کارا رو کرد. چی میکنید؟ میبینید هر روز باش سلفی میگیره که قصر من تموم شد، آقا بیا قصرش رو افتتاح کن و نمیدونم فلان و فلان. همه این ماجرا چقدره؟ یه ماه خوشه، دو ماه خوشه، بعد از دو ماه میبینه که دنیا پر از قصرهای بهتر از قصر منه. عادی شد. اون سعادتی که احساس میکرد یه وهم بود، یه مرحله بود، گذشت. یه ماه دو ماه آقا زن میگیره، آقا زن خوشحاله که زن گرفته فلان. بعدشی بعد از ازدواج یه دو هفته بعد یه ماه آقا میگن ماه عسل. یعنی چی؟ یعنی آقا ماه عسل بعد از ماه پیاز میشه دیگه. بعد از اون چی میبینه که کل زنای دنیا از زنش خوشگلترن. آقا تو همین بود مجرا؟ همین بود آقا، خودتو کشتی همین. یعنی سعادت در غیر از الله نیست. کی احساس سعادت میکنی؟ مثل وقتی قطار هستی به سوی الله حرکت میکنی. هرچی نزدیک میشی به سوی گذران عمر، تو رو نزدیکتر میکنه به چی؟ به قبرت. رشدت در ارزش ها و تعالی در عبادت ها تو رو نزدیکتر میکنه، احساس نزدیکی به الله میکنه. هرچه نزدیکتر میشی احساس خوشبختی و خوشحالی میکنه. معصیت برعکس. معصیت برعکس. چطور؟ مثلا شما سوار قطار شدی، میخواید از تهران برید کابل. چی آقا؟ اونجا پدر مادرت منتظرتن، همسر و بچهات منتظرتن، بعد از سالها میخواید به اونا برسی. هر چه احساس میکنی این قطار داره به کابل نزدیک و نزدیکتر میشه، به همون اندازه شوقت بیشتر میشه، به همون اندازه خوشحالیت بیشتر میشه. یه ساعت بعد مادرمو میبینم، نیم ساعت بعد تو آغوش بچه‌هام هستم. تصور کن از تهران حرکت کردی، تا حرکت شد به شما گفتن آقا اشتباه، شما قطار کابل رو سوار نشدید، شما قطار استانبول رو سوار شد. این قطار هم تا استانبول برسه وای نمیست. الان هر لحظه که این قطار از تهران دورتر میشه، به همون اندازه شما ناراحت ترید، دلهورتون بیشتره. وای باید برم استانبول، برسم استانبول، تا یه ماه دیگه اصلا قطار نیست، نمیدونم باید برگردم، بعدش برگشتم باز چند ماه باید صبر کنم تا فرصت سفر به کابل پیدا کنم. کل این چرا؟ چون که شما از هدف دورتر میشید. هرچه به هدف نزدیکتر میشید سعادتش بیشتره، هرچه از هدف فاصله میگیرید شقاوتت، دلهورگیت بیشتره. همینطور الله متعال توی انسان رو اینطوری خلق کرد. هرچه به سوی الله نزدیک و نزدیکتر میشی آرامشت بیشتره، سعادتت بیشتره. هرچه دور و دورتر میشی با گناه، با معصیت، با غفلت، به همون اندازه دلهورت بیشتر میشه، روانی میشی، دیوونه میشی، دست و پات رو گم میکنی. حالا ابتکار عملهایی که من چه کار بکنم، چه هنرهایی رو باید یاد بگیرم، چه فن و فوتی رو یاد بگیرم تا خودم رو این آرامش ساختگی است، این آرامش رو کسب کنم. یعنی که از نعمت های الله متعال بر ما اینه که کلید سعادت ما رو دست کسی دیگه نداره. یعنی تصور کن کلید سعادتت، کلید راهیت، کلید نجاتت تو دست کسی دیگه بود. دیگه در به در دنبالش بگرد آقا بیا
کلیده رو بیاد بخور، دره رو باز کن. دره رو باز کرد، خب خوبه. نکرد دیگه هزار و یه من منت میذاره روت، نمیدونم یا اصلا بازش نمیکنه، دعوا میکنه. خداوند این کلیدو گذاشته دست خودمون. یکی از راه‌های رسیدن به آرامش، آرامش روحی روانی، این ازگاری هست که پیامبر به ما یاد داد. ما دعاهایی داریم اسمش از دعاهای صبح و شام. دعایی که صبح میخونی، شام میخونی، این عبادت هایی که الله متعال گذاشته. یعنی تصور بکن نماز فجر، نماز فجر رو که خوندی، من صلی الفجر فهو فی ذمه الله، کسی که نماز فجر رو توی جماعت خون، اون در حمایت الله هست. بعد خدا من تهدید میکنه، میگه که اگر کسی که در حمایت من و اذیتش کرد، من میدونم اون. یعنی کسی اگر کسی نماز فجر رو در جماعت خونده بود، شما اذیت و آزارش کردین، یعنی با خدا در افتادین. این به چه معناست؟ این به این معناست که یک مثلا شخصی میاد یونیفرم خاص داره، کسی که مثلا در ذمت الله هست. یعنی چی؟ یعنی حمایتش الهی است. مثل کسی که یونیفرم داره، شما اگر با یک کسی دعوت شد توی بازار، دو تا سیلی زدی، آقا چرا کنار ماشین من پارک کردی و فلان کردی، این چی دیگه؟ آقا یک کسی میاد پادرمیانی میکنه یا پلیسی میاد، به هر حال شما از هم جدا میشی. اما تصور کن همین کسی که شما زدیش یونیفرم نظامی داره، زدی آقا برر شد در آورد، اما این یونیفرم نظامی داشت. الان وقتی شما مورد محاسبه میشین یعنی چی؟ نمیگن یه نفر رو زدی، میگن که آقا شما اومدید دولت رو زدید، شما اومدید به نمیدونم. چرا؟ چون این یونیفرم دولت رو داشت. حالا که یونیفرم دولت رو داره، دیگه اون حصانت دولت، حمایت دولت پشت سرش. کسی که نماز فجر خونده اینجوری، نه اینکه آرامشش رو خداوند بهش میده، هیچ، دیگران موظفند که هوای این رو داشته باشن. چرا هواشو داشته باشن؟ چون آقای این یونیفرم نماز فجری رو ترش داره. در این اذکار صبح و شام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اینقدر ما رو توصیه میکنه به دعای صبح و شام، مثلا یکی از دعاش این است: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پیامبر ما توصیه میکنن آقا هر صبح و شام سه بار این رو بخون: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. به نام اللهی که با نام او هیچ چیزی در زمین و آسمون به شما ضرر نمیرسونه. وقتی که شما بنده الله باشید، هیچ چیزی در زمین و آسمون به شما ضرر نمیرسونه. وهو السمیع العلیم، چرا که خداوند متعال از همه چی آگاهه و از همه چی مطلع، همه چی تو همیشه. پیامبر میفرمان کسی که این رو خون سه بار صبح سه بار شام، ولا یضر روحه شیء، هیچ چیزی ضررش نمیرسه. یعنی این حس، من دعا خوندم کی میخوند میتونه به من ضرر برسونه؟ تازه تربیت نبوی رو ببین، میگه آقا یا غلام انی اعلمک احفظ الله یحفظ، خدا رو داشته باش، خدا تو رو داره. بدون پیامبر داره یکی میگه، این پسر بچه عبدالله بن عباس میگه پسرم خدا رو داشته باش، خدا تو رو هواتو داره. و بدون اگر تمام بشر جمع بشن بخوان به تو یه ضرری برسونن، نمیتونن مگر اون چیزی که خداوند در تقدیر تو گذاشته. اگه تمام بشر جمع بشن به توی فایده برسونن، بازم نمیتونن مگر اون چیزی که خداوند متعال در تقدیر تو گذاشته. همین روزا دیدید چند ماه پیش پسر بچه افتاده بود توی تونل، توی چاه، تمام تو مغرب مراکش تمام دولت و کارمنداش و امکانیاتش اومده بودن این پسر رو از چاه نجات بدن، نتونستن. تو همون روزها یه پسری مثل همون عینه همون حادثه بود، تکرار شده بود تو افغانستان.
بازم یه پدر بچه افتاده تو سوراخ. اونجا باز امکانات نبود، تو روستا یا تو فلان، همین مردم با همون ناچیزیش بچه در اومد از این. اینجا تمام دنیا جمع شدن بهش فایده برسونن، نتونست. اونجا خداوند نجاتش داد. این ایمان، این یقین، چقدر بیمارانی که دکترها همه گفتن آقا ورش دارید برید دیگه، این فردا پس فردا مرده، دکترها همشون مردن، بیمار زنده است. مادر بزرگم رفتیم بیمارستان، گفتن آقا ببریدش دیگه هیچی. هر روز ما میرفتیم فقط ببینیم دیدار اخیر، دیدار اخیر. بعد از اون بیماری که گفتن که امکان درمانش نیست، 25 سال بعد زنده بود. اون دکترایی که میگفتن برش دارید برید، همشون مردن. دکتره مرد، بیمار مون. چقدر افرادی بودن که جل حکومت ها حکم اعدامشون، حکومت ها مردن رفتن، اون زندن. مرگوز این یقین، این واقعیت هایی که ما به چشم سر میبینیم، اما انگار فکر میکنیم که اینا مال دیگرانه. اگر ما اون چیزی رو که میبینیم، نیاز نیست معجزه بشه، نیاز نیست، اون چیزی که میبینیم حسش بکنیم کافیست. مگه نمیبینیم مرده خودمون رو، برادرمون، عزیزمون، نمیبینیم دفنش میکنیم؟ همه میریم دفنش میکنیم، بعدش برمیاد، انگار نه انگار که این مرگ پیش ما هم میاد. طوری برخورد میکنیم که نه عمل ایشون بود، خوب اومد مرد و رفت دیگه، ما چیکار کنیم؟ تو چی نشستیم؟ توی تأمین مردمون نشستیم، دفنش کردیم، دعوا داریم روی نمیدونم یه چیزی و یک پولی پلایی نمیدونم فلان. انگار نه انگار که ما مثلا این مرگی که شطوری که دم خونه فلان خوابیده بود، فردا دم خونه ماست. این ایمان رو در خودمون بی وجود یاد، یعنی یقین. این یقین یه چیزی که تو دل کاشته میشه با صدقت باورت با الله متعال. یعنی شما تصور بکنی انسان نیاز به یک چی داره؟ یک تذکر داره. بله، احیانا در حول شدت موقف، شدت واقعیتی که شما قرار دارید، اون صحنه‌ای که هستید، خودت دست و پاتو گم میکنی. یعنی پیامبر رو تصور بکنید روزی که هجرت کردن، تمام توانمندیش رو اجرا کردن، خدا این چیزی بود که از دست من برمی اومد، دیگه بیشتر از این نمیتونم. رسیدن به کجا؟ رسیدن به غار سور. جوری سنگی پناه آوردن، دقیق دشمن رسید. دشمن رسید. کجا زیر این سنگی؟ یکی از دشمن اومده همونجا کنار خودش تخلیه میکنه. یعنی فقط یک کمه که نگاه میکرد، یعنی بین دیدن پیامبر و دشمن همش 20 سانت سر رو خم کردنه. سرشو 20 سانت خم کنه میبینه دشو. در همچین حالتی دلهوره داره که پیامبر انگار نه انگار که آقا دشمنی اومده. چرا وظیفه خودم انجام دادن؟ دیگه اصلا آرامش عجیبی داره. ابوبکر یکم نگرانه. اگر اینجا پیامبر رو دیدن، پیامبر رو شهیدش کردن، قضیه اسلام چی میشه؟ دین کجا میره؟ مسلمانایی که به اصطلاح تو مدینه رسیدن وضع حالشون چی میشه؟ همه اینا چیزاییه که تو ذهن ابوبکر هست. وقتی که یا رسول الله اگر یک کمه که سرشون رو خم کنن ما رو دیدن ها، میگه نه، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، میگه که به رفیقش میگه که بابا لا تحزن، نگران نباش، اندوگین نباش، نترس، نترس نیز ها، ببین لا تخاف نیست، لا تحزن، یعنی نگران نباش، ان الله معنا، یعنی آرامش داشته باش، خدا با ماست رفیق. وقت خدا با ماست از چی میخواییم بترسیم؟ این حس خدا با ما فوراً ابوبکر گرفتش. یعنی ابوبکر عجیب انسانی هست، دست پرورده رسول الله صلی الله علیه و آله. شما ببینید در روایات ما داریم که اگر ایمان ابوبکر رو به یک کفه میزان بذاریم، ایمان کل امت اسلام رو به یک کفه دیگه، ایمان ابوبکر برابری میکنه. بگی ابوبکر چه کار کرد؟
این ایمان نتیجه نمیدونم نمازهای زیاد نیست. خیلی از ما بیشتر از ابوبکر نماز میخونیم، خیلی از ما بیشتر از ابوبکر حج رفتیم، خیلی از ما بیشتر از ابوبکر جهاد کردیم، خیلی از ما بیشتر. چیزی که هست اون چیزی که تو دله، ولیکن شیء وقر فی النفس، اون چیزی که تو دل مونده، ایمانی که داخل اون، یقین، یقینی که ابوبکر بهش رسیده. یعنی تصور بکن وقتی که میان میگن که ابوبکر میدونی رفیقت چی میگه؟ میگه آقا یه شبه بلند شده از مکه، پریده رفته بیت المقدس، از بیت المقدس رفته آسمون‌ها، برگشته. ابوبکر میگه شما دروغ میگید، دارید از خودتون قصه میتراشید. میگه نه والا خود رفیقت میگه ها. میگه اگر پیامبر میگه راست، من حرف شما رو باور ندارم، این روایتی که شما برای من میارید من اینو روایت قبول ندارم، چون شما رو قبول ندارم. اما اگر پیامبر میگه راست، تو باورت میشه؟ میگه من بیشتر از این باورش دارم، من باورش دارم که هر روز برش وحی میاد، جبریل میاد میره، اینو باورش دارم. این که حرفی نیست دیگه، در یه لحظه آسش میاد. اینی که یک شب همون راهی رو بره که جبریل هر روز در دقیقه میاد میره، که حرفی نیست، چیز بزرگی نیست. این چی هست؟ همون ایمانه. پس خلای ما کجاست؟ در فضای تربیتی مشکل کجاست؟ چرا ما اینو نداریم؟ چرا ما همچین آرامشی که سببش این ایمان هست رو گم کردیم؟ سیستم آموزشی ما، سیستم تربیتی ما با سیستم پیامبر فرق میکنه. صحابی میگفت پیامبر ما رو چطور تربیت میکرد؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا بالقرآن ایمان. اولین چیزی که روی ما کار میشد ایمان بود. اولین چیزی که روی صحابه پیامبر کار میکرد ایمان بود. بعد از اینکه ایمان دار شد قرآن رو بهش یاد میداد، با قرآن ایمانش اضافه میشد. ما این کارو نمی کنیم. اولین چیزی که میایم به بچه‌مون یاد میدیم الف الف، با با، تا تا. ها چیکار میکنی؟ میخوام قرآن یادش بدم. خب قرآن یادش دادی، بعدش ایمان رو یادش ندادی. اول که فرستادیش ما مدرسه گفتی آقا به آ با 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 آ کلا دار با آب دال الف دال داد بابا نان داد بابا آب داد بابا نان داد بابا آو یادش دادیم. الله هو الرزاق ذو القوة المتین یادش ندادیم. این دیگه منتظره که بابا نونش بده، بابا آبش بده. بابا مرد، زندگی تموم شد، آب قطع شد، نون قطع شد، اینم باید خودکشی کنه دیگه. این آرامش دیگه اینجا وجود نداره. تو فلسطین نه، به بچه یاد داده بودن که ما بندگان اللهیم، روزی دهنده الله هست، مرگ و زندگی دست الله است، و بزرگترین کرامتی که من انسان به دست میتونم بیارم و آرزوم باشه شهادته، چون که شهادت شدی مستقیم میری بهشت. وقتی بابا شهید شد بچه خوشحاله. چی شده؟ بابام به بزرگترین مقام رسید. ایمان این کار میکنه. اون باباش رفته میدونه که روزی رو بابا نمیداد، روزی رو الله میداد، اما الله به این به ما شرف دیگه داده که بابامون رو به عنوان شهید قبول کرده. خوشحالی. اون زنه رو دیدید که همه خانواده شهید شده بودند، بعد دعا میکرد که خدایا بار الها از من و فرزندان و خانوادم اینقدر شهید بگیر تا از ما راضی بشی. یعنی خدایا چقدر میخوایی؟ حاضریم، فقط یه چیز میخوایی، رضایتت.
اون تربیت و این تربیت رو ببین فرقش کجا تا کجاست. پس اینجا ما نیاز داریم که یک وارثی به خودمون بکنیم. در فضای این تربیتی چی میشه؟ امید زنده میشه. امید امیده که اون موتوری هست که تو رو سرشار نگه میداره تو فضای زندگی. پیامبر و یاران اومدن توی خندق، دارن خندق میزنن، خندق رو زدن، وسط کاری یه صخره ای پیدا شده وسط خندق. کل این زحمت 5 کیلومتر زحمتی که ما کشیدیم و کردیم تموم شد بابا. این صخره بی این گندگی یه نقطه ضعف بسیار وحشتناکی است. دشمن بیاد اینجا 10,000 نیروست، یعنی در با یک سوته ابو سفیان 10,000 تیر به طرف ما پرتاب میشه. 4,000 تیر پرتاب کنند ما رو این بر اون بر میکنن، از روی صخره رد میشن. یعنی وحشت شده بود. صحابه‌ای که با اون ایمانشون مونده بودن، جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حالت وحشتناک، از بالا و پایین مثل مور و ملخ دشمن ریخته، ششا وامونده از حیرت و وحشت. یعنی از شدت وحشت کسی چشاش جوری بلغت القلوب الحناجر، دلها کنده شده بود اینجا تپ تپ میکرد. این حالت وحشتناکی بود. منافقا میگفتن من وعدنا الله و رسوله الا غرور. دیدید خدا و پیامبر ما رو گول زدن، همینجور ما رو خر کردن که آی حرف زدن که آقا ما میتونیم و فلان. ببین تو چاله افتادیم، نمیتونیم بریم دستشویی. در همچنین حالتی پیامبر چیکار میکنه؟ خود کور میداره، 3 ضربه میزنه، اون صخره رو خوردش میکنه. اما در هر ضربه چی میگه؟ یا الله اکبر، مژده بدید کلیدهای فتح سرزمین فارس رو به من دادن. من از همینجا قصرهای سفید مدائن رو میبینم، کوههای سفید چون رو میبینم، کلیدهای فتح سرزمین اروپا و رومیان رو به من دادن. من از همینجا دارم کوههای قرمزشون رو میبینم، کلیدهای فتح یمن. این امید از کجاست؟ این امید نتیجه همون ایمان به الله متعال است. قبل از این پیامبر که الله اکبر، الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر کبیر نیست ها، پس یک کبیری وجود داره که اکبر باشه. آقا کوچیک، بزرگ، بزرگتر. پس یه بزرگی هست که بزرگتر. بزرگ کیه؟ بزرگ منم، من و تو یه انسان مؤمن بزرگیم، بزرگیم به ایمانمون به الله بزرگتر. الله اکبره، ما تکیه دادیم بر الله اکبر، نیرومون رو از الله اکبر میگیریم. تنگ چیه؟ 10,000 نفر نیرو چیه؟ نمیدونم غرب و شرق چیه؟ این ایمانه. در افغانستان آقا مسلمان ها مجاهد در میفتن با چی؟ میگن که آی به رهبر مجاهد ها مولا عمر، میگن که آی مولا عمر میدونی آمریکا داره میاد؟ بله. آمریکا جت داره. میگه جت چیه؟ میگه آقا هواپیماهای نظامی نمیدونم قول پیکری داره که میان بمبای 100 تنی و 70 تنی میندازن. میگین هواپیمایی که دارن، این جتایی که دارن زیر عرش رحمان پرواز میکنه یا بالای عرش الله؟ گفتم طبعا دیگه زیر عرش الله. نگران نباشی، اونی که بالای عرش چه با ماست. می عزیزان، آمریکا ما رو تهدید کرده که ما رو شکست میده. خداوند به ما مژده داده که شما رو پیروز میکنه. حالا ببینیم حرف کی میشه. این ایمان نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آمریکایی که با 500,000 500,000 نیروی نظامی تو صحنه است، نیروهای خودش، نیروهای ناتو، نیروهای همپیمانای محلی، 350,000 سرباز نیروهایی که براش
4 تریلیون 5 تریلیون خرج کرده بود، آموزش داده بود با بهترین اسلحه از خود افغانا. در مقابل اینو کیان؟ در مقابل اینا یه مجموعه از مجاهدان. این مجاهدا چی دارن؟ هیچ. 4 تا تیر کمون دارن، کفش هم ندارن. آخرش بعد از 20 سال 20 سال صبر، 20 سال استقامت، 20 سال عملیات استشهادی، 20 سال جهاد در راه الله، دمار از روزگار آمریکا و ناتو کشید، بزرگترین لشکر صلیبی تاریخ بشر در آوردن. همچنین از افغانستان فرار کردن که دیگه یه چیزی تو کفشاشون گذاشتن در رفتن. این چیست؟ این همون یقینه، همون ایمانه. این رو کجا میتونی ببینی؟ وقتی میری توی خونه یه افغانی میبینی ها 3-4 تا شهید داده، اینقدر خوشحاله، مادر اینقدر خوشحاله که 4 تا از فرزندانم شهید شدن، من تو بهشت، نونم تو روغنه. هر یکی از شهید ها 70 تن رو و شفاعت میکنن، یکی از وقت ها دیگه نامردی نمی کنه، اینجا از شفاعت من هم میکنه. این حس، این ایمان، این نمیدونم یقین، این از کجا اومده؟ این تربیتی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو اون تربیت میکنه. در از جمله دعاهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دعای صبح و شام به ما نشون میده، میگه که اگر کسی گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صبح آقا اینو گفتی 100 بار. اجر چی؟ كانت له عدل 10 رقاب. انگار که 10 تا غلام اسیر رو آزاد کردی در راه الله، 100 تا عمل خیر برات نوشته میشه، 100 تا گناهت بخشیده میشه. و کانت حرزن من الشیطان، و این یک نگهبون میشه از شیطان. یعنی اون روز دیگه شیطان میتونی کنارتو نمیاد تا بعد از ظهر. یعنی این دارو مفعولش 12 ساعته. بعد از ظهر گفتیش تا صبح هیچ شیطانی میتونی که اینا رو دوربرت نمیاد. بعدم تشویق میکنه، میگه آقا از اینو بهتر اون کسی که بیشتر گفته. یعنی یک نوع رقابتی هم به وجود میاد، آقا من 100 بار گفتم، من 200 بار گفتم، یعنی این دارو رو من استفادهش کردم، 12 ساعتم مفعولش. اونایی که مینالند از این که آقا وسوسه دارم، اکتئاب دارم، پریشانم، فلانم، آقا داروش. چرا ما رو پانادولی که یه آدم دیوونهی درست کرده اعتماد میکنیم، روی این به صلاح حرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باور نداریم؟ اینجا خلل اینجاست. چرا وقتی به کسی یک قرص میدی میگه آقا اینو بخور شکمت خوب میشه، میخوره میگه خوب شدم، تازه میفهمی که آقا این قرص شکم درد نبود، این قرص سرماخوردگی بود، اشتباهی بهش داده بودی. اما چون که یقین داشت، اون که نمیدونه از این قرص چی هست، خوردش خوب شد. چرا؟ اون چون میکانیزم داخلیش بر این بود که من این قرص رو بخورم خوب میشم، به عقل میشه همین دستور اومده بود که آقا این قرص رو که خوردی دیگه خوب میشی. قرص رو خورد، درده هم اصلا درد سر جاش هست، به عقلش نمیرسونه، شکم میگه که من دیگه قرص رو خوردم، باید دیگه دردی نباشه. ابن قیم میگفت هر وقت جایی از جسمم درد میکنه دستمو میذارم اونجا، سوره فاتحه رو میخونم، خوب میشه. چیزی که خوب میشه چیه؟ همون یقین. میدونه که اگر این کارو من کردم خوب میشم، در نتیجه چی میشه؟ این رو عقلش، به عقلش این دستور میرسه آقا سوره فاتحه رو خون. خب چیکار کنم؟ هیچی دیگه، اون درده رو فراموش کن. میگه چشم، درده فراموش. اون یقین رو در خودمون به وجود آوردن چیزی هست که باید روش. یکی از احادیث یا دعاهای دیگه که پیامبر به ما یاد میده، ابن مسعود میگه که هیچ انسانی، و پیامبر فرمودن که هیچ انسانی مصیبتی، غمی، اندوهی، مشکلی براش پیش نمیاد و بعد این دعا رو میخونه، میگه که اللهم اینی عبدو ابن عبده، بار اله من بندتم، بابام هم بندت، ابن عمته، مادرم هم کنیز درگاه تو، ناصیتی به یدیک، همه امر و قرار من دست توست خود،
ما دن فی حکم، هر دستوری بدیم همون میشه. عدل فی قضاءک، هر قانونی از جانب تو بیاد، هر حکمی از جانب تو بیاد، این عدالت من قبولش دارم. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلق. خدای بار اله، من به درگاه تو پناه، به هر اسمی که خودت واسه خودت انتخاب کردی، تو کتابای آسمونی فرستادی، به پیامبرانت، به کسی یاد دادی، و من نمیدونم، او استعثرت به علم الغیب عندك، یا هر نام و مقام و وصفی که در شأن تو هست و پیش خودت هست و من ازش خبر ندارم. انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی و غمی. قرآن رو بهار دلم قرار داده، نور سینه ام قرارش بده، سیقل دهنده و جلا دهنده غم و اندو هم قرار بده. باگی هر کسی وقتی مشکلی براش میاد این دعا رو، اللهم اینی عبد ابن عبدك ابن امتك ناصیتی بیدك ماض فی حکم عدل فی قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إنك قفتي خداوان همي غم وهم واندوه ومشكلة رافش بكون بخيال بشي آرامش بدست ميري آرامش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، در یاد الله، در قرآن، در فضای روحانیت الله آرامشه. صحابه گفتن یا رسول الله چه چیزی یادمون دادی، اینو حفظش کنیم؟ گفتن بله، حفظش کنیم به دیگرانم برسونیم و به برکتش ما هم داریم اینو یاد گرفت. یعنی در فضای روحانیات زندگی کردن، در فضای تعالیم الله زندگی کردن. یک ترفند دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما یاد میده که متاسفانه ما اومدیم چیش کردیم؟ تقلب کردیم. ما تو تقلب خیلی ماهریم، این کارهای غلط رو میکنیم، پت میخوره تو سرمون. قضیه استخاره، ما چی میگیم؟ میرفتم پیش فلانی که واسه هم استخاره کنه. چرا نمیگی رفتم پیش فلانی گفتم واسه هم غذا بخوره؟ کار توه، اون چی کنه؟ استخاره مال اون میشه؟ نمیدونم دجالا هر جا نشستن کتابی دستشونه که برات استخاره میکنن. یعنی دین رو چیکار کردن؟ جهل تو رو دارند سوار میشن و تو رو میدوشن. اینایی که این کارا رو میکنن همون گاوای شیری هست که بعضی اونا رو میدوشن. نه عزیز من، استخاره این نیست. استخاره ما دو چیز امر شدیم میشه، یکی استشاره، یکی استخاره. هر کاری میخونی با بزرگترت، با عاقلترت، با کسی که در این زمینه چیزی سرش میشه مشوره کن. مشوره کردی ضرر نمیکن. یکی دیگه استخاره است. استخاره یعنی طلب خیر از الله. در عربی است الف سین ت، همون است خودمون، وقتی روی یک فعل میاد یعنی طلب، درخواست. استخاره یعنی طلب خیر رو از الله کردن. اینو صحابی میگفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو استخاره رو اونطوری یاد میداد که سوره های قرآن، چقدر روی سوره قرآن تاکید میکرد که حفظ کنید یادش بگیرید، همین قد تاکید میکرد روی استخاره. ما تو هر کوچیک و بزرگی استخاره میکردیم، میخوای سفر بری، میخوای فلان کنی، میخوای یعنی میدونم بری این حرفو به فلانی بزنی، میخوای میری با فلانی دعوایی را بندازی، میخوای بری با فلانی نمیدونم فلان کنی، هر کاری که میخوای بکنی چطور برخورد بکنم قبلش استخاره کن. استخاره چیه؟ طلب خیر. اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. یعنی تو میای پیش خدا ابراز بندگی میکنی،
خدای من که کاری از دستم بر نمیاد، من نه آینده رو میدونم نه علم غیب دارم نه توان شدنم. علم غیب پیش توه، توانمندی پیش توه، قدرت پیش توه، خیر و شر رو تو میدونی، من دست اومدم پیش تو. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم، خدای تو که میدونی اگر فلان کار رو من انجام بدم، اینجا همون کار رو تو میگی. کار چیه؟ میخوام که با زینب خانم ازدواج کنم، میخوام که نمیدونم این ماشین سفیده رو بگیرم، میخوام که خونم رو عوض کنم، میخوام که آبا یه هر چیزی کوچیک بزرگ، دو چرخم رو ببرم پیش فلان دو چرخ ساد به صلاح پنچریش رو بگیرم، هر چیزی کوچیک و بزرگ، هر چقدر کوچیک باشه تو خیر از خدا میخوای. اللهم این کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبت و امری، اگر این چیز خدای تو میدونی که برای دین و دنیا و آخرت و من و زندگی من خوبه، فقدره لی و یسره لی، اینو برای من مهیاش کن و راه رسیدن به این رو آسونش کن. ولو کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت و امری فصرفنی عنه و صرف عنی و اقدر لی الخیر حیث. اگر خدای میدونی که این برای من شره، برای دنیای من خوب نیست، برای آخرت من خوب نیست، برای زندگی و من خوب نیست، اینو از من دورش بکن. و اون چیزی که برای من بهتره اون رو مهیا کن، ثم مرضنی به، و منو به اون راضی بگردان. این رضایت انعکاسی که از همون آرامش، آرامش، راضی بودن. انسان هایی که همیشه در رضایت خاطر زندگی میکنن، در آرامش کامل زندگی میکنن، این انسان ها هستن که رابطه شون با خداوند مستقیمه. یه بار دیگه، اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر و انک تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب. اللهم لو کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فیسره لی و اقدره لی و بارک لی فی و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرفنی هنو و صرف عنی و قدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. اینو وقتی میکنی چه اتفاق میفته؟ هر اتفاقی که افتاد میدونی که خیرت تو همینه، و اینجاست که رضایت خاطر جمعت خیال تخته. آقا نگفت رفتی چوتش کردن از دم در، خیر همینجاست. رفتم آقا بلیط نبود، خیر تو همینه که من نباید برم. آقا رفتم گفتن که نه آقا این ماشینه چهار بار تصادف کرده و نمیدونم رنگش کرد، دیدی خیر تو همین بود. آقا رفتم یکی دیگه خریده بود، خیر تو همینه. خیالت راحته، استخاره اینه، یعنی یکی از راهکارهای رسیدن به چی؟ به آرامش و سعادت. و یه چیز دیگه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین روزهاش از زندگیش میفرمودند که حسن ظن داشته باشید به الله، گمانتون به الله درست باشه. من کان یحسن الظن بالله فالله عند ظن عبده به، همیشه به خداوند حسن گمان داشته باش. اگر حسن گمان به الله داشته باشید، خداوند همون جایی که گمان داری. تو میگی خداوند ما رو کمک میکنه، مطمئنم کمکت میکنه، مطمئنم من دارم خوب میشم، خداوند من شفا میده، مطمئن باش درست میشه، مطمئنم این کارم درست میشه، من استخاره کردم، دعا کردم، خداوند من رو تنها درست میشه. گمانت، یعنی حتی گمانت برای آخرت، یعنی برای ابن مالک برادر انس، این مشروع آدم شادی بود، دلیل و جسور عجیبی بود، بعد شعر میخوند، ترانه میخوند، ترانه جهادی میخوند، حماسی. یه روز انس اومد گفت برادر مردم دارن قرآن میخونن تو داری ترانه میخونی؟ تو چی فکر کردی من اینجوری میمیرم؟ نه خیال تخت باشه، من شهید میشم. چون این گمانش به الله بود شهید شد، تیکی تیکی هم شد. این گمان زن، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، نکنه که از این دنیا بری مگر اینی که گمانت به الله متعال گمان درستی باشه. این
جایگاه اذکار، ذکرها و دعا برای رسیدن به آرامش. من فقط امروز روی مبحث ذکر، اذکار صبح و شام، کتابی از به نام حسن المسلم، کتابهای المأثورات که در اون کسی اومده احادیث و ذکرهایی که هر صبح باید بخونی، هر صبح شام بخونی، اذکار صبح و شام، اذکار درست صحیح، کتابخانه عقیده کتابش هست، برید این کتاب رو ببینید، بخونید، حفظش کنید و بدونید هر دعایی رو که میکنید نتیجه چی هست. این رو در زندگیمون پربارش کنید، پررنگش کنید. اون وقته که میبینیم یه آرامش عجیبی به ما دست میده، یقینمون به الله متعال بیشتر میشه. مبحث دعا همین یکی دیگه از این ترفندهای رشد هست، یکی از این راهکارهای رسیدن به آرامش هست. مبحث صدقه دادن و خیرات دادن و تکافل اجتماعی یکی دیگه از این راهکارهای رسیدن به آرامش هست. فعلا به این اکتفا میکنیم و دست در دست هم تلاش میکنیم تا زندگی پر از آرامش و امنیتی برای خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم. یه الله قوتی بگیم و از امروز شروع کنیم. الله قوت.